سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این دفعه در رابطه با بازیگران و دست اندرکاران فیلم سرقت پول. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و دکمه زنگوله رو فشار میدید، صرفا جهت اینکه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. سریال سرقت پول یا با نام اصلی خانه کاغذی یا لا کاسا د پاپت سریال مشهور اسپانیایی به کارگردانی الکس پیناست. این سریال در ژانر هیجان انگیز با موضوع سرقت پول در سال 2017 ساخته و از شبکه آنتنا تیوی اسپانیا پخش شد. سپس نتفلیکس اون رو در سطح جهان منتشر کرد. چندی پیش این سریال از رسانه ملی هم پخش شد. اما داستانش، شخصی به نام پروفسور 8 نفر رو برای سرقت از کارخانه چاپ اسکناس انتخاب میکنه. این 8 نفر برای اینکه هویتشون حتی برای همدیگه هم ناشناس بمونه، اسم شهرهای مختلف رو برای خودشون انتخاب میکنن: برلین، مسکو، دنور، توکیو، هلسینکی، اسلو، ریو، نایروبی، نام مستعار آنانه. پس از چندین ماه تمرین موفق میشن در همان ابتدای شروع سرقت وارد ساختمون اصلی بشن و 67 نفر هم گروگان میگیرن، ولی فقط برای سرقت پولهای موجود نیومدن. هدف اصلی اونا دزدیدن 2400 میلیون یورو پول غیر قابل تعقیبه که برای این کار باید 11 روز سوی ساختمون بمونن تا پس از چاپ این مقدار پول فرار کنن. در ادامه به معرفی و بیوگرافی این شخصیت‌های اصلی تو دنیای واقعی می‌پردازیم. آلوارو مورته بازیگر نقش پروفسور. آلوارو آنتونیو گارسیا مورته با نام شناخته شده آلوارو مورته بازیگر اسپانیایی در 23 فوریه 1975 در کادیس اسپانیا متولد شد. او در دنیا با بازی در نقش سرخیو ماکینا پروفسور در سریال سرقت پول به شهرت دست یافت. مورته علاوه بر کار بازیگری خود صاحب یک شرکت تئاتر به نام 300 تپانچه است که اون را در سال 2012 تأسیس کرده. او با بلانک کلمنته ازدواج کرده. آنها دو فرزند به نام جولیتا و لئون دارن که دو قلوهای غیر یکسان هستند. ایتزاریتانو در نقش راکل یا همون لیسبون. ایتزاریتانو بازیگر اسپانیایی در 18 جوان 1974 در باساوری اسپانیا متولد شد. وی از سال 1997 میلادی تا کنون مشغول فعالیت بوده. از نقش‌های معروفش میتونیم به بازی در سریال سرقت پول در نقش رئیس پلیس راکل و لیسفون نام ببریم. او در دست افرادی که تو 19 مارچ 2020 به کرونا مبتلا شد و قرنطینه شد و خیلی هم سر و صدا کرد. پدرو آلونسو در نقش برلین. پدرو آلونسو بازیگر مشهور اسپانیایی در 3 نوامبر 1971 در گالیسیای اسپانیا متولد شد. متأهل و یه فرزند داره. او از اوایل سال 2000 وارد حرفه بازیگری شد و در آثار زیادی به ایفای نقش پرداخت. از معروفترین نقش‌های او بازی در نقش برلین در سریال سرقت پول بود. اورسولا کوربیرو بازیگر نقش توکیو. اورسولا کوربیرو بازیگر اسپانیایی در 11 اوت 1989 در بارسلون اسپانیا متولد شد. تا کنون 3 بار نامزد کرده که آخرین اونها چین داریان از سال 2016 تا کنون باهاش بوده. وی از سال 2002 میلادی تا کنون مشغول فعالیت بوده و برنامه های تلویزیونی که او در اون نقش داشته میتونیم به بازی تو نقش توکیو و مجموعه تلویزیونی فیزیک یا شیمی اشاره بکنیم. میگل هران در نقش ریو. میگل هران بازیگر اسپانیایی در 25 اوریل 1996 در مالاگا اسپانیا متولد شد. وی از سال 2015 میلادی تا کنون مشغول فعالیت بوده و از فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی که اون توش نقش داشته میتونیم به بازی تو نقش ریو تو همین سریال و نخبه اشاره بکنیم. آلبا فلورس بازیگر نقش نیروبی. آلبا فلورس بازیگر اسپانیایی در 27 اکتبر 1986 در مادرید اسپانیا متولد شد. وی در یک خانواده هنری متولد شد، به طوری که پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، دو عمه، دختر عمه وی همگی هنرپیشه خواننده بودند. او از سال 2005 میلادی تا کنون مشغول فعالیت بوده و از فیلم‌ها یا مجموعه‌های تلویزیونی که اون توش نقش داشته میتونیم به خاطره آب و بازی در نقش نیروبی در سریال خانه کاغذی یا سرقت پول اشاره بکنیم. جیمی لورنته بازیگر نقش دنور. جیمی لورنته بازیگر اسپانیایی متولد 27 دسامبر 1991. داستان‌های رمانتیک مادرم و همه میدونن اصغر فرهادی از فیلم‌های او هستند. از سریال‌هایی که وی در آنها حضور داشته میشه به بازی در سریال سرقت پول در نقش دنور اشاره کرد. او در دنیای واقعی با یکی از بازیگران سریال سرقت پول که نقش دختر سفیر انگلیس رو بازی می‌کرد نامزد کرد. استراسپو بازیگر نقش مونیکا یا استوکهلم.
استراسپو هنرپیشه و مجری اسپانیایی در 19 ژانویه 1983 در مادرید اسپانیا متولد شد. از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در اونها نقش داشته میتونیم به همین سریال اشاره بکنیم که در قالب یک قربانی وارد فیلم میشه و با گروگانگیر خودش وارد رابطه عاطفی میشه و روزی عضو گروه میشه. باکوتوس در نقش آگوستین راموس یا موسکو، یه معدنکار پیشین، جنایتکار و پدر دنبه. پاکوتوس زاده 10 فوریه 1964، هنرپیشه اهل اسپانیا. او بیشتر به خاطر بازی در مجموعه تلویزیونی سرقت پول، مردان واکو و فیلم آلاتریس شناخته میشه. انریک آرس در نقش آرتورو رومان، یک گروگان و مدیر سابق زرابخانه سلطنتی اسپانیا. انریک آرس زاده 8 اکتبر 1972، یک هنرپیشه سینما و تلویزیون اهل اسپانیا است. وی از سال 1996 میلادی تا کنون مشغول فعالیت بوده. از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که اون توش نقش داشته میتونی به صلیب آهنین، نابودگر، فیزیک یا شیمی، سقوط شوالیه و خانه کاغذی اشاره بکنیم. دارکو بیلیچ در نقش هلسینکی، یک کهنه سرباز سرب و پسرعموی اسلو. دارکو بیلیچ زاده 25 مارس 1977، بازیگر سربیه که بیشتر معروفیت خودش رو به خاطر همین سریال به دست آورد. به عنوان اولین کارش در سریال کراماتوریوم برای کانال پلاس در سال 2010 به روی صحنه رفت و بازیگریش رو آغاز کرد. هیوی کوچکریان به عنوان بوگوتا، متخصص متالوژی که به سرقت بانک اسپانیا پیوست. هیوی کوچکریان زاده 14 نوامبر 1972، بازیگر اسپانیایی، لبنانی و ارمنی تبار که بیشتر به خاطر نقش بوگوتا در خانه کاغذی شناخته میشه. سابقا او یک بوکسر موفق هم بوده. رودریگو دلا سرنا به عنوان پالرمو، یکی از دوستان قدیمی آرژانتینی برلین که سرقت بانک اسپانیا رو با او برنامه‌ریزی کرده بود. رودریگو دلا سرنا زاده 18 آپریل 1976 یک هنرپیشه اهل آرژانتینه. از فیلم ها و یا برنامه های تلویزیونی که اون در اون نقش داشته میتونیم به خاطرات موتورسیکلت و تترو اشاره بکنیم. نجوا نیمری به عنوان آلیسیا سیرا، بازرس بارداری که پس از عزیمت راکل از نیرو مسئولیت این پرونده رو به عهده میگیره. نجوا نیمری یک خواننده و هنرپیشه اهل اسپانیا، زاده 14 فوریه 1972. او اصلیتی اردنی داره، پدرش اهل اردن و مادرش از اهالی نابارا در اسپانیا است. فرناندو کایو به عنوان سرهنگ لوئیس تمایو، عضو اطلاعاتی اسپانیا که ناظر بر کار آلیسیا در این پرونده است. فرناندو کایو زاده 22 آپریل 1968، هنرپیشه اهل اسپانیا است. از فیلم ها و برنامه تلویزیونی که اون توش نقشاشه میتونیم به یتیم خانه، پوستی که در آن زندگی میکنم، درختان نخل در برف و خانه کاغذی اشاره بکنیم. روبرتو گارسیا در نقش اسلو، یک کهنه سرباز سرب و پسرعموی هلسینکی. روبرتو گارسیا روبز زاده 5 مارس 1974، بازیگری اسپانیایی که بیشتر به خاطر نقش اسلو در خانه کاغذی شناخته میشه. گارسیا روبز مربی بدنسازی هم هستش. فرناندو سوتو در نقش آنخل، معاون بازرس راکل. فرناندو سوتو زاده 18 اکتبر 1968، بازیگر و کارگردان که از دانشگاه رسید فارغ التحصیل شده. از دیگر کارهای اون میتونیم به سلول 311، وریو و قطع در دانشگاه اشاره بکنیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتونیم تو ویدیوهای بعدی اونا رو ترتیب اثر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.